شکست بنبست به میان آمده در مذاکرات میان افغانان بر سر کارشیوه در دوحه قطر. منابع آگاه در قطر به رسانه‌ها گفتند که هیئت‌های مذاکراتی دو طرف روی کارشیوه مذاکرات مستقیم صلح به توافق رسیدند. به گفته منابع، هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان توافق کردند که توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه، اعلامیه مشترک کابل، واشنگتن و قطعنامه 20 هوت سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل در مورد صلح افغانستان اساس مذاکرات صلح قرار بگیرد. و معصوم ستانکزی رئیس هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد همین موضوع برای مشوره با رهبران حکومت به کابل آمده است. این توافق پس از سفر وزیر خارجه آمریکا به قطر صورت گرفته است. همزمان با این، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که طالبان روابطش را با گروه‌های دیگر تروریستی قطع نکرده و زیر چتر طالبان 20 گروه تروریستی دیگر در افغانستان فعالیت می‌کنند. اما اینکه توافقنامه بر سر کارشیوه مذاکرات چقدر راه را برای رسیدن به توافق سیاسی از راه گفتگو حل خواهد کرد، در برنامه امشب بازنگاه به آن خواهیم پرداخت. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان جنرال عبدالباسیر سالنگی، والی پیشین فرا، عبدالستار حسینی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، و انایت الله حفیظ، آگاه امور سیاسی هستند. آقای حسینی تا لحظات بعد در برنامه با ما وصل خواهد شد. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. بحث را با شما آغاز میکنم آقای حفیظ. منابع گفته که دو طرف توافق کردن روی کارشیوه. تا جایی را که ما شنیدیم که پیشرفت‌های صورت گرفته، اما ببینیم که بعد ازش چطور میشه. این کارشیوه بود، اجنده هنوز مطرح نشده و مذاکرات هنوز شروع نشده. ولی فکر میکنین که به این زودی ها دو طرف به توافق برسن؟ فکر نکنم. حداقل ماهای دیگر هم به طول خواهد کشید. چطور به این باور هستید که ماها را طول خواهد کشید؟ طالبا تا هنوز را که پیش آمده بسیار صادقانه نبوده فعالیتاش. مثلا مطرح و موضوعی را که اینا با وزیر خارجه امریکا مطرح کرده ای بوده که زندانی های دیگه ما آزاد شود. یک بار تمام زندانی های طالبا و حتی خطرناکترین زندانی هایشان که مافیای مواد مخدر و مجرمین خطرناک جنگی بودن، اونا هم رها شدن. اینا نه تنها که یک گام به سوی مثبت و به سوی صلح برداشته باشه، که بلکه هم اینا جنگ و حملات و دهشت و وحشت را در افغانستان گسترش دادن و بیشتر ساختن. حالا هم اینا از وزیر خارجه امریکا خواهشی بوده که زندانی دیگه ما هم خلاص شود. و فکر میکنم که هیچ زندانی طالب بعد از او 500 چند نفر که آخر اعلام شد باقی نمانده بود. کسایی که فعلا در زندان است، اینا کسایی هستند که یا عمو زندانی ها دوباره به خط نبرد برگشتن یا دست به هراس افکنی و ترور و وحشت زدن، یا کسای دیگی بودن که بعد از او به جنگ دست دادن و گرفتار شدن. بنان اینا طور پیش میره که امیدوار کننده زیاد نیست، اما باز هم مردم افغانستان امیدواری به صلح داره و تلاش به این است که ما به یک نتیجه برسیم که آرامش و امنیت در افغانستان برقرار شود. تشکر. دید شما چی است آقای سالنگی؟ فکر میکنین به توافق نزدیک شده دو طرف؟ اگه به توافق نزدیک شده چقدر یک پیشرفت است در روند صلح؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و آقای حفیظ و بیننده‌های تلویزیون خورشید. درود بر روی همه شهدایی که در این حادثه اخیر جان شیرینشان عزیز دادن. ما اما حد و گمان ما این را میزنیم که هدف ما ایست که یک خیر بیاد و بالاخره همین نظریاتی که در قطر هست به عنوان صلح و ایره ما یک فعال خوب میگیریم که باید صلح بیه. ولی طالبا در قسمتش که ما شناس داریم و اینا به این آسانی، چون اینا ریشه هاشان جای دیگه است. به اساس ریشه ها، این ریشه های از یاد کشورهای منطقه است و به خصوص در پاکستان. یا برامش از امور ریشه آب خوردیم. وقتی که از اون ریشه آب خوردیم، امی برگای خود از این آب داده ایناله هر وقتی که اونامو جای اصلی تا قطع نشوه و از اونجا جواب نیافه تا این وقتی که از اون ریشه ها آب بخوره، اینا دیگه این سبز است. اینا این آمادگی را ندارن که آمادگی را داشته باشن و خواسته باشن که اینا جرامت کنن. یک مقدار زمانی که ترام گفت که مامرای ملا صحبت کردم و ملا بسیار زیرک بود و بسیار ملا قائم بود، یک مقدار طالبان هم بسیار محکم ساخت و پاکستانی ها هم محکم ساخت و کسای دیگه هم گفتن که ترام چون یک آدم سیاستمدار و حکومتدار گذشته نبوده، به این لحاظ با یک بار به شکل احساساتی طالب ها اینمی جنگ خودن افزایش دادن، خشونت ها دیگه افزایش یافت و به هیچ نوع مذاکره حاضر نشدن. با آنمو دیوانگی که او داشت در اوجه، اینا هم از دیوانگی دو یک استفاده کردن. این به یک بنبست آمد. وقتی به یک بنبست آمد این مسائل، بعد به شکست ترام و آمدن آقای جویبایدن، بعد دوباره طالب ها و پاکستانی ها و کسانی که ایانش میکردن پشتیبانی میکردن، اینا برشان گفتن که اون رقمی که او به سرعت این کار بر شما میکرد دیگه ما فکر نکنیم دیگه شما که این رقمی که شما هر گپی را که میگه بندی بدون قید شرط الهش و مایده امضا شدگی که در دوحه شده است، فیصله معمی و دولت افغانستان به هیچ وجه نمیفهمیم. اینا یک بار اوج در سرشان آمد. تقریبا اینا قبول کردن که مذاکره میکنیم، کدام پیشرفتی ده کدام چیزی نامده که ما فکر کنیم کدام تغییر آمده باشه و چند تا قبول کردن. اینا از روز اول که آمدن و سر مذهب کم زدن. شما فکر کنید که اونا آمدین بعد از چند سال جنگ بار اول شروع کردن که فقه جعفری و حنفی را شروع کردن. در این زمان اینا تنها حال گفتین که بعد از شکست ترام تنها یا چقدر قبول کنید بله مذاکرات پیش میبریم، این مذاکرات پیش میبریم. اینا خیلی روز منبسط بود. یک پیشرفت قابل ملاحظه نیست فکر میکنین اگه به توافق رسیده باشن بر سر موضوع کار شود؟ تنها چیزی که دوباره پاکستان که حالت کشورهای منطقه تقاضا دارن که آقای بایدن دیگه آنامو سیاست‌های بسیار خوب و درستی را با منطقه می داشته باشه و با پاکستان می داشته باشه و با بعض کشورهای دیگه و کسایی که توقع دارن و خصوصا پاکستان بسیار جا سر از این گپ حساب داره که دیگه آقای بایدن امی نظریاتش راجع به کشورهای منطقه و روابطش رقمی در سر این مسئله کمی اینا به فکر آمدن که کارهایی را که ترام انجام داده است و وزیر خارجه هم که آمد برشان یک گپ گفت که شما دیگه ما آوردیم شما را که شما یک جور آمد شوه و فکر میکنم که امروی پاکستانی هم صحبت کردن، قسم امروی از یا صحبت کردن که شما مذاکراتتون آغاز کنید و این اصلا ما را خب یک رو پس ساخته شما، ما شما را ایجا آوردیم بندی دار بدون قید شرط رها ساختیم و امروز شما هیچ نوع مذاکره را انجام نمیدید. به لحاظ اینا همین مذاکره را با گفت توصیه وزیر خارجه امریکا اینا گفتن که بله صحیح است، همین بنبست شکستاندن، ما میریم به مذاکره. این که مذاکره یا چقدر طول میکشه و باز هم میگم اگر فشار امریکا و در بالای پاکستان و فشار پاکستان بالای طالب ها نباشه به هیچ صورت این مذاکرات اینا پیش نمیبرن. نگه این مذاکرات همون باز به بنبست میره. درست. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدین آقای حسینی. شما هم به برنامه خوش آمدین. پیش از اینکه شما بیاین در موردی صحبت کردیم که بنبست گفتگوها، منابع در قطر به رسانه‌ها گفتن که شکسته یا نیروی کارشیوه توافق کردن دو طرف. این پیشرفت در حال صورت میگیره که آقای پامپیو به قطر رفت و با دو طرف دیدار کرد. فکر میکنین تحت فشار آمریکایی ها طالب و طرف حکومت افغانستان آماده شد که بگذره از خواستایی که داشته؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض ادب خدمت شما و برادر بزرگوار ما جناب سالنگی صاحب مهمان بزرگ ما و سلام خاص دارم به نیروی قهرمان وطن. منابعی که او گپ گفته من باورمند نیستم، به خاطر که طالب ها متحد به یک افغانستان نیست. طالب ها هیچ باورمند نیست که او کسایی که در افغانستان زیر بیرق سرنگ زندگی میکنه از دیدگاه اونا کلیگ کمونستا هست. شما دیده باشین اولین بیانیه دو سطری که ملا برادر میخوان میگفت ما در افغانستان یک حکومت اسلامی میخوایم. اینا که پیش شما شیشته است یک مجاهد است، اینا یک بزرگوار مسلمان است، مسلمان زاده است ما هم بچه مجاهد هستیم که بهترین کسای خودم از دست دادیم. اونا والی فرا بودن، میفهمن که ما چه قربانی های به خاطر زیوطن دادیم. تا زمانی که پاکستان دست از مداخله جدی افغانستان دست بر نداره، ما در افغانستان نمیتونیم آرام باشیم. ما صلح با طالب ها نداریم. صلح همیشه پاکستان برزنات طرح و راکار میده که شما با چی عناوین پیش برین. شما دیده باشین که اینا از اوایل که پروسی آقای خلیلزاد شروع شد، او یک پروسی اشتباه ننگین بود. ما بیشتر از هزاران نفر خود کشته دادیم تا 2 سال. شما دیدین اینا گفت کاهش خشونت ها، برعکس افزایش عملات در سرتاسر افغانستان. در دی اواخر که امیدوار کننده است، شما میبینید که در کابل پولگون انداخت صورت شده. کابل یعنی پولگون انداخت، تمام سلاح‌ها، بم، سلاح ترور، انفجار، انتحار در شفاخانه، در مکتب، در پانتون. بنان اینا رو کی میکنه؟ اینا را اگر القاعده هم است زیر پرچم طالب است، اگر داعش هم است زیر پرچم طالب است. اگر طالب نخواهد هیچ شبکه تروریستی نمیتونه فعالیت کنه در افغانستان. بنان اینا مردم افغانستان همیشه با خاک خون غلطانده و من متاثر هستم. اگر اینا واقعا میخواهد که صلح شود، پس این کشت و کشتار چی از افغانستان؟ ولی باقی حسینی، خب در کابل وقتی حمله میشه نمیشه طالب را کس مقصر بدانه. رئیس عمومی امنیت ملی میگه که 20 گروه تروریستی فعالیت میکنه عملا در افغانستان. در کابل وقتی میشه که مرکز افغانستان است، مرکز ریاست عمومی امنیت ملی، مرکز وزارت داخله، مرکز وزارت دفاع، همینجاست یا باید جلوش بگیرن. گوش کن، اونا به انواع و اقسام ترفنداد ایجه کار خود میکنه و در دی اواخر که شما میبینین که نابسامانیایی که داخل خود حکومت هم هست، تقرریای بی جایی که داخل خود حکومت هم هست و بر اصل شایسته سالاری هیچ وقت اینا تمرکز نکرده. این نتیجهش است در شهر کابل. ما امروز جناب رئیس عمومی امنیت ملی، چون خودش یک شخص بسیار ورزیده لایق است، من یکی سوال معزی بود از ایشان که جناب رئیس، در صورتی که شما برنده شدی بر اصل شایسته سالاری تمرکز میکنی، وقتی که مسئولیت دارین و تمام کشور انگشت انتقاد سرورگانهای کشفی هست، آیا از صلاحیت خودم استفاده میکنی؟ بنان این دو معاون شما که هست، آقای اجمل عابدی و اجمل بلوچ، اینا میتونه یک جای دیگه وزیر شوه، اینا میتونه یک جای دیگه والی شوه، یک جای میتونه معین شوه. بنان استخبارات از خود یک رکن داره، یک برنامه داره، یک طرح راکار داره. اینا طالب ها همیشه باورمند بزی هست که باید انسان ها افغان ها باید بمیره و من متاسف هستم برزیان. ما میخواییم که اول اگر افغانستان میخوای صلح شود، کشورهای منطقه و فرامنطقه دست از سر افغانستان برداره. اینا واقعا اگه میخوای که افغانستان صلح بیاید، ما مینیست یک کشور مسلمان، مینیست یک کشور دوست و همسایه، چی از پاکستان، چی از ایران، چی از هند، چی از قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اینا ما رو کمک کنه، اینا ما رو یاری کنه، هر کس در بخش خود ما رو کمک کنه، بنان مداخله نکنه. بنان شما میدانید که مداخله سریع و آشکار پاکستان در تمام امورات افغانستان هست. بنان اینا هست که ما رو نمیگذاره که ما آرام باشیم. سپاسگزار. آقای حفیظ، پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که قبول نداره توافقنامه آمریکا با طالبان به عنوان اساسی مذاکرات باشه. آقای صالح هم گفتن که اصلا به رسمیت نمیشناسن این توافقنامه را. خب یکی دو مورد از طرف حکومت افغانستان اضافه شده، حالا ظاهرا به عنوان اساس استفاده میشه در گفتگوها. خب گرچه نو توافقنامه را که امریکا و طالبان انجام داده بود در اون مدت، حالم اساس و بنیاد اون نیست، هنوز امو متن نهایی که طرز العمل یا کارشیوه مذاکرات باشه هنوز نشر نشده است از طرف هیئت مذاکره کننده. ما نهایی پنداشته نمیدانیم، باید اون نشر شود و او را با جزئیاتش باید ما ببینیم که آیا اما قسم است یا نیست. دوم دیگه چیزی که شما ذکر کردین، اما اعلامیه‌ای که از طرف شورای امنیت ملل متحد راجع به صلح بوده، او اساس قرار داده شده. خب به هر نحوی هر اساسی که باشه که ما را به صلح نزدیک بسازه و دستاوردهای 20 ساله افغانستان او زیر سوال نبره، این مهم است که ما به یک صلح برسیم و جنگ و برادرکشی و قتل و غارت و انتحار و انفجار در این سرزمین کم شود. یعنی این تو اعلامیه که از طرف حکومت افغانستان بالاخره دو گنجانیده شده که یکیش اعلامیه مشترک کابل و واشنگتن است، دیگه هم اعلامیه است که از طرف سازمان ملل پخش شده در 20 سال گذشته. این توازن را حفظ میکنه باز؟ خب اگر فرض کنیم که طالب ها به اساس چی امروز مذاکره میکنه؟ به اساس توافق نامه ای را که همزمان در کابل هم یک اعلامیه به حضور داشتی رئیس جمهور و نماینده ناتو و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در کابل قرائت شد و نشر شد و یک اساس است و اعلامیه شورای امنیت ملل متحد دیگه هم اساس است. خب یک توازن به وجود میاد به خاطر که دولت افغانستان مطابق امضو اعلامیه صحبت‌های و اجندای خود عیار می‌سازه و طالب هم به خاطر اونمو پیمانی را که یا امو تفاهم‌نامه‌ای را که با آمریکایی‌ها بسته کرده بود خود را ملزم می‌دانه که بیاید در میز مذاکره یا در میز صلح بشینه. این که ما اجندا را هنوز مطرح نشده، این اجندایی که مطرح میشه این مهم است. مهمی است که ما از نتیجه از این مذاکرات چی به دست میاریم و مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان، تمام کسایی که در این سرزمین زندگی میکنه امیدوار به یک نتیجه خوب است. ما اگر هر چیز را اساس قرار بدیم اونجا نتیجه خوب گرفته نتوانیم، باز هم خب مثمر ثمر نیست. ولی چقدر امیدواری است برای اینکه نتیجه خوب بیرون شود از گفتگوهای بین افغانی؟ خب دولت افغانستان و و کسایی که به نمایندگی از مردم افغانستان و دولت افغانستان اونجا اشتراک کرده اینا تماما تلاش میکنه که با حفظ دستاوردهای 20 ساله که اینا همه اکثریت از اینا ارزش‌هایی است که به وجود آمده، مثلا آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زن، آزادی عقیده و آزادی مذاهب، اینا ارزش هایی است که باید حفظ شود و طالب هم اگر دنبال از این است که در افغانستان زندگی بکنه و در افغانستان در آینده سیاسی افغانستان نقش داشته باشه باید اینا رو بپذیره. ای که طالب با چی مفکوره و آیدیا است، اگر با اون مفکوره ای 20 سال پیش و 25 سال پیش است، خب هنوز هم ما نمیتونیم که به عقب برگردیم. یک مورد. دوم دیگه آزادی طالبا. آیا طالبا در مذاکرات که میشینه از خود آزادی داره، از خود طرح داره، برنامه داره، یا ای که استخبارات بیگانه و پاکستان و ایران و امثالهم بر از اونا اجندا میته که اجندای از اونا باز فرق میکنه؟ بنان از این طرف تمام امیدواری وجود داره. ای که طالب ها چیز را مطرح میکنه او را ما ذهن از اونا را خواندن نمیتونیم و هنوز اجندا مطرح نشده. ولی آنچه عملا انجام میتن و مطرح میکنن در گفتگوهای بین افغانی، مثلا شما موضوع آزادی عقیدتی و اینا رو برش اشاره کردین، دیدین طالبا مسئله فقه جعفری، فقه حنفی را اولویت قرار داد بر از او و تفکیک قائل شد. خب فقه حنفی فعلا هم در قانون اساسی افغانستان جایگاه ویژه داره، فقه جعفری هم در کنارش در حقوق در محاکم که اونجا هر دو طرفش از پیروای فقه جعفری باشه اونجا جایگاه خود داره و همچنین در احوال شخصیه جایگاه خود داره. اگر طالب هم ایره به ناچار باید بپذیره به این خاطر است که شما هر دو طرف دعوا یا هر دو طرف جنجال در محکمه یا سارانوالی اگر پیروان مذهب جعفری باشه و باید مطابق از او باشه و اون نمیشه که توی یک فقه دیگر تطبیق کنی و همچنان در احوال شخصیه در خانه کس که طالب رفته نمیتونه که برای باید که تو در احوال شخصیه خود از این فقه حنفی استفاده کنی. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدید. شما آقای سالنگی در مورد این صحبت کردین که چقدر دید طالبا و دید کشورهای عامیشان حداقل به این آماده است که صلح بخواد. من میخوام شما بگین آماده است برای اینکه حداقل منافع طالبا و کشورهایی که گروه را حمایت میکنه پس از این در صلح گره خورده باشه. طالب ها و عامیای طالب ها کسانی که هستند از همین حرکتی که در یه اواخر بعد از مذاکرات قطر طالب ها انجام دادن و همین انتحار و جنگ و عملاتشان در 23 و در 24 تا 25 ولایت اینا انکشاف دادن همین امنیا و جنگ. ولی کسانی که آمیاشان هم بودن اونا هم دیدن فکر کردن که طالب ها دسترس پیدا میکنن که آراضی برای خود بگیرن و یک هدفشان بود که ما هلمند بگیریم، یک مرکز و هلمند بگیریم انکشافش بدیم تا نزدیکای قندهار. فکر دیگه شما بود در سر فرا برایم همین رقم در یک حالتی که ما مرکزیت خود ایجا بیاریم. ولی طالبا او فکر را که داشتن و حامیانشون فکر را داشتن در این باختن و شکست خوردن. بجزی که همین جنگ و درگیری و بعض نقطای ضعف پیدا کردن بعض پوست‌ها را در جنگ چریکی و جنگ غیر منظم 20 نفر میتونه قید 200 نفر جنگ کنه. یک هدف ثابت هم این مگذارت توپ میزنه دیگه میزنه جنگلزار است و یک زمین ارمار است میره و دوربین هم برشان دادین امرشان کمک کردین و این دوربین های لیزری را به لحاظ در او فکر شکست خوردن و هم دیگه که چیزهایی که ترام برشان چراغهای بساق سبز نشان داده بود او فکر هم از ذهنشان رفت، هم در اوج شکست خوردن ای هم این فکر. حال دیگه بعد فکر جدید پیدا کردن طالبا که با این کار جنگ هم ما جایی را گرفتن نتانستیم، هر قدر فشار بیارن شاید آدم کشته شد، شاید این راکت ها را آوردن امی قسمی که یک کور یک چیزی را بر روی مردم بزنه، یعنی می رقم 23 دانه مرمی را شلیک کردن در سر شهر و یا امیدوار هستن که باز ما بیایم در ایجا و کلگی ببینه ما را که احترام کنه که امارات طالباست. اگر یک انسانی که پسترین انسان باید واره قبول بکنه این اینمی حرکت ایرون انجام داده نه؟ به اساس چی میگین که طالب کرده این کار؟ بجز طالبا نه ما داعش داریم نه دیگه هیچ گروه دیگه نداریم. اما القاعده خودش رئیس عمومی امنیت ملی گفته که 20 گروه تروریستی عملا جنگ میکنه و اونا پیسه میگیرن، اونا از دستگاه دولتی پیسه میگیرن، از سیای امریکا پیسه میگیرن و این 20 تا جورش کردین. رئیس امنیت هر کسی که میکند امی هر کس را که باحساس کنی یک گپ آوا میگه ما اینمی طالب ها هستند و طالب ها اینمی بستر جور کردن در افغانستان. ما نه داعش داریم نه دیگه داریم. القاعده اگر باشه در پشت سر اونا کمک های مالی و پلان میدن، اونا این حرکات ها را انجام نمیدن و داعش در اینجا شکست خورده. یک شبکه دیگر جور کردیم به نام داعش. خب درست است، معنایش این است که حضور داره داعش در افغانستان. کجا است؟ نشان میده کجا در جلال آباد شکست خوردن، در کنرش، در بدخشان نیست، در کجا هستن اینا؟ اما عملاتی که میشه اونا مسئولیتش میده. یک کامپیوتر یک دوتا ایمیل میکنه که من داعش هستم، یک بیرق سفید نشان میده، یک بیرق دیگه سیاه نشان میده. بسترساز کار طالبا هستن، بسترساز کار طالبا صلح بکنن امی هر گروه دیگه باشه یک روز جای یا پنهان شده خدا نمیتونن پنهان کرده بتونن. اینا بسترساز هستن، هیچ کسی را بر ما نشان ندن که اینی هستی است. اگر داعش هست اینم داعش در پهلوشان میفهمن که در کجا هست، می داعش کی است. و بالاخره این 20 و 10 تا و ترکی گپایی که استخباراتی میزنن این گپای پراگنده است، این گپای عام است، این گپ جای نمیگیرم. این طالب ها وقتی که آتش بس کردن یک فر جای نشد و اینا همه گپ در گردن خود گرفتن. طالب میگه یک گروه دیگه میگه حقانی هم که میگن اون شبکه طالبا هست، همون طالبی هستن، ولی ایشا دو جدا دارن که حقانی جداست جدا. طالب ها نمیگن که ما او است و طالبا یک طالب هستن و کلشان هم در قطر جمع شدگی هستند. افغانستان کلش خودشان گپ میزنند، هیچ کسی دیگه گپ نمیزنند که افغانستان دیگه کسی دیگه است. فلحاظا این گپا ساختگی زور کردگی است. هر کسی که طرف ریاست امنیت افغانستان هر کسی که میگه هر کسی که میگه هدفشون چی است؟ هدفشون چی است؟ هدف خب یک نفر بمی عمر صاحب احمد شاه مسعود خدا ببخشدش برش میگه که بچهای ما کیتو برام بچهای ما کیتو برام بچهای ما کیتو زدن اون تو طرف سیل بود. و آدم که رفت مگذم گپایی که میگفتم گپا راسته اینطور است که در رئیس جمهوری تو کسایی است که با خدای تو لیستا رو برش باز میکنه که صاحب این حرکتایی که نیست، صاحب انتحار انفجار صاحب در اروپا میشه، صاحب در جرمنی هم میشه، صاحب در امریکا هم فکر کردن. رئیس جمهور در چارچوبات هم سعیز والا گپا یک عمل تروریستی است، یکی جرایم سازمان یافته است. اینی حرکتایی که میشه جرایم سازمان یافته است. جرایم سازمان یافته را گوش باش در نطفه خنثی شده. یکی جرایمی است که آنن یک کیسابور در راه میره دو نفر جنگ میشن دیگه را میزنن، قسمی از جا دفعه تن حریق میشه. این یکی جرایم سازمان یافته را این تو نیست که بگن که والا این ذهن رئیس جمهور و از کلی که جرایم سازمان یافته باید خنثی شود. در نتیجه یک روز نیست، دو روز نیست، ده روز نیست. در کشورهای دیگه خب آرام است یک بار یک چیز بنا میشه. اینجا خب ما دوامدار جبهه داریم. متاسفانه مورد که ما می‌خواستم بگویم باش ما گفتیم گروه تروریستی دیگه نیست، تنها طالب است و جرایم را اینا سازماندهی می‌کنند. آقای حسنی من امروز در مجلس حضور داشته که رئیس سرپرست ریاست امنیت ملی گفته اونا تا این قسم گفتن لوجستیک یک انتحاری را یک کسی میکنه، شخص انتحار کننده را کس دیگه برش بالاخره فراهم میسازه یا مفروش اثرش حتی خرید و فروش میشه بین اینا و هدف را کس دیگه بالاخره آماج قرار میده. ما خودم یک انتحاری صحبت کردم به قصد جان ما آمده بود که سواردش پیش من گفت این آدم آمده تو میدن من میره باقساس کردم که شما کجا بودید؟ گفت یک مدرسه ما بودیم در پاکستان. گفت 800 نفر هم اونجا بودیم، یک 200 از قانون 200 از مولوی سمیدالله حق بود، یک 200 دیگه از آسای پاکستان بود. خب 800 نفر بودیم. گفت که ما صبح امین نماز که میخواندیم، گفت ما ذکر میکردیم تا وقت چای که میخوردیم یک چند دقیقه اجازه خواب بود، دوباره پس امی تبلیغ برای ما بود، بعد میرفتیم به نماز پیشین که باز ما را گام ساده ساعت میمونن تا نماز دیگه را گفت دیگه برای ما گفت تبلیغ بود. گفت این تو گپ میزنه، قسم به خدا خودم آدم میداره دیگه، میگه این تو مداریاز گفت گریانم تو میشه که وحشت است، کل مردم در افغانستان کافر است، کلی کافر است ای است دیگه برای امریکایی‌ها زن میبرن ایمش گپای رو برای میگه. اول وعده این گپ نمیگفت. من گفتم من میبرم این والی رو برات که تو انتحارش کنی، مگه من شرط دارم برات. شرط چی؟ گفتم اینمی 5 بار رفته حج، 5 وقت نماز میخونه دیگه، اینمی چی بود است مجاهده. گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، کار من میکنم. بعد در گپ شروع کرد، قسم به خدا تمام این گپ پنهان نیست، کل این گپ گفت. ما در جای بودیم که یک دونه گیا گفت سبز میشد، گفت تقریبا در 4 ساعت گفت از سرک پخته در یک دشت ما میرفتیم. این رقم مردم از اونجا تربیه میکنن، جور میکنن، میگیرن میارن، فکرش تغییر میدن، بازی میدنش اینجا هر نوع کاری که سرش بگوی میکنه. گویا یک آدم چشپت دیوانه رو میگیرن میارن تفنگ دستش میدن، نمیگن کجا طفل از زن بچه است، میگن فرق دیوال است. تشکر. آقای حسینی خب یکی موارد است که اشاره شد از طرف آقای سالنگی، در کنار از یکی از نگرانی‌هایی که امروز در نشست آنلاین ژنوا مطرح شد افزایش خشونت‌ها است. فکر می‌کنین به چه هدف افزایش پیدا کرده خشونت‌ها؟ خب ببینین ما می‌خوایم قبل از اینکه پاسخ این سوال شما را بدم، می‌خوایم در رابطه به سوال شما که جناب سالنگی صاحب بود، داعش هست، جیش محمد است، القاعده هست، چچنا هست، ازبکا هست، ابو مسلم هست. مکلفیت ما افغانان چی است؟ حضور فیزیکی داره گروه دارن. در کجا هستند؟ مثلا منال بر شما میگم. مرکزش در کجا؟ منال بر شما میگم. یک نمونه مثال زنده که خودش هم میگه هست. اینا مثلا بوده یک قماندان عمومی سمت شمال. هرگاه از تمام ولایات اگر گروپ‌های خرد و کوچک میامده بدون مشوری شما میتونست که عملیات کنه؟ نه. باید مشوری اینا رو میگرفت. اگر دزدی میکردم مشوری اینا رو میگرفت، اگر آدم میکشتم مشوری اینا رو میگرفت، اگه پیشروی کاروانا را میگرفت مشوری اینا رو باید میگرفت. این طالبان می رقم است. ما میپذیریم که تمام گروپ هایی که گفتم در افغانستان هست فعالیت داره، اما زیر نظر طالبان. بدون مشوری طالبان هیچ کار کرده نمیتونه. مهم سر مسئله که چرا خشونت ها افزایش یافته. دو بود داره. یک، طالب ها میخوای فشار بیاره سر حکومت، سر جامعه جهانی که ما میخوایم از نوک تفنگ افغانستان بگیریم. بدی باورم هست که ما باید افغانستان بگیریم و این نظام چپه کنیم و ما بیاییم سر اقتدار شویم. و یک چراغ سبزی هم برای شما آمریکایی‌ها نشان داده. بله. یک بود بعدی برمیگرده به ما، حکومت ما، به حکومت مرکزی ما که قماندان امنیه باید قرارداد شود قبل از اینکه برود. با اینکه قرارداد شد قرارداد از من بر شما میگم که چرا اصل مشکل به کجاست. اصل مشکل شورای امنیت ترساز و پالیسی ساز در قوای مسلح، اما در تمام امورات قوای مسلح دخالت اضافه تر صلاحیت وظیفوی میکنه. در دوجم وقتی که وزیر داخله نتانه قماندان ولسوالی خود تعیین کنه، وقتی که وزیر داخله نتانه قماندان امنیه خود تعیین کنه، چطور میتونه ازش پرسان کنه؟ نه. بنان ما در افغانستان فعلا چه احتیاج داریم؟ والیای محلی، والیای مردمی. قرارداد میشه قماندانای امنیه، من نفهمیدم چطور قرارداد میشه؟ کی قرارداد میکنه اینا را؟ قرارداد میشه که با پیسه میگیره، روان میکنه، اوجا میره به دست میزنه به فساد. پیسر کی میگیره؟ شورای امنیت، رئیس جمهور تعیین میشه. شورای امنیت، شورای امنیت آقای 500 مرتبه اگر وزیر داخله پیشنهاد کنه، 6 ما قماندان امنیت نداشتیم، بیش از 11 قماندان امنیت ما اونجا روان کردیم. پیشنهادش به شورای امنیت میگه مشکل داره، باید اون مسیر خود بفهمه، بیای این امرای قرارداد کنه و قرارداد بین خودتون است و ای که بره اوجه و این مجبور است که دست به فساد بزنه. پولش با آقای مویب هم میرسه دیگه، شورای امنیت خب بیبی موجه نیست دیگه. ولی خب حالا شما این مسئله را باز کردین، شما متهم شدین در امیروزا از طرف شورای امنیت ملی با فساد اداری، نمیفهم فساد اخلاقی، قتل، قاچاق مواد مخدر و چند مورد را گفتن. خب ببخشید فساد اخلاقی نبود. خوشبختانه این بحث شما امروز جای کردین که حداقل مدت یک سال جناب سالنگی سبوج بوده. ما در کل مرکز ما اولا در خود مرکز شهر فرا هستم، یکی از بزرگترین کسایی هستم که زمیندار هستم، باغدار هستم، هیچ احتیاج نداره که غصب زمین کنم. شما را قاچاقبر گفته. خب گفت گوش کنیم. اگر مرا قاچاقبر گفته، ما خود طبعا قاچاق عمل نکردم، ما افراد دارم دیگه. چرا نگرفته؟ کجاست ارگان‌های کشفی؟ کجاست امنیت مواد مخدر؟ کجاست سرحد؟ مثلا ما قاچاق مواجه کردیم. کجاست او کندکایی که به سرحد افتیده؟ چرا نگرفته؟ پس بنان ما که وقت قاچاق میکردم در تبانی وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع میکردم. بنان مسئولیت برمیگرده به خود اونا. اینا یک گروه مافیایی از فرا، از شورای ولایتی فرا، سرحد، وزارت مالیه و ایجا. ما مبارزی ما هم که بوجه بوده با کسایی که واقعا خود اوج غلدور کلگی فرا میدانند. ما اونون جناب والی سبوده که ما پیش روز اونا سطح بودم. ما شکر الحمدلله هیچ احتیاج به قاچاق مواشی و زمین و فساد و این چیزا ندارم. ما عزم ایرادی ما مبارزه به خاطر وطن، عزت و مردم افغانستان است و سمت و سو زبان و این چیزا هم پیش ما میار نیست. خیلی سپاسگزار، حتما برمیگردیم به شما. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای حفیظ، یک موردی که اشاره شد از طرف آقای حسینی، گفت که یک دلیل از این خشونت‌ها در افغانستان افزایش پیدا کرده قراردادهایی است که شورای امنیت ملی افغانستان با کسانی که به عنوان قماندان امنیت به ولایت‌ها روان میشه صورت میگیره. فساد از اینجا پول میگیرن، یک کس را روان میکنه، او شخص ناتوان است، نمیتونه تامین امنیت بکنه و مصروف دزدی و اینا است. فکر میکنین وضعیت همین قسم است؟ خب عنوان بحث و جلسه ما دیگه چیز بود؟ خب خشونت افزایش پیدا کرده، دلیلش اینا همین مورد را گفتن. که بحث نمیخوایم داخل شوم. جناب حسینی صاحب نماینده مردم است، من آدم کلان است. اگر چنین جزایی است خب باید مطرح کنه، مستند نشر کنه. من جناب حسینی صاحب قبلا ندیده بودم، اما صحبت سرمفتش قوای مسلح را من شنیدم. آلی که شناختم جناب حسینی صاحب است. من او را در صفحه فیسبوک خود دیدم، او را در صفحه فیسبوک که چنین چیزایی صحبت کرده و یک بحث طولانی دیگه هست که خودشان میفهمم کارشان. خوب است که اصل موضوع بله. خب اصل مسئله خب مسئله صلح هست. خشونت هم افزایش پیدا کرد. یکی از نگرانی امروز در نشست ژنوا همین مسئله بوده که چرا مثلا جنگ در افغانستان افزایش پیدا کرده. دلیلش آقای حسینی دیدین که گفتن دو بود داره که داخلی است که از طرف طالبا. دید شما چی است؟ فکر میکنین چرا افزایش پیدا کرده؟ خب واضح روشن است طالبا هست، گروهای تروریستی دیگه هم که زیر چتر طالبا. ما با این صحبت جناب حسینی صاحب موافق هستم که زیر چتر طالبا گروپ های مختلف تروریستی هست که از طریق استخبارات بیگانه اونا تمویل میشه. مثلا چندین شبکه‌های استخباراتی هست که شبکه‌های تروریستی را اینجا تمویل میکنه برای تخریب افغانستان، برای نابودی افغانستان، برای ضرر رساندن به مردم افغانستان. به خاطر که نسبت به همه از گروپ‌های تروریستی طالبا قدرتش بیشتر است، شاید اونا به خاطر اهداف شوم خود با طالبا هم جزیه و باج بده. مسئله از این که خشونت‌ها ای واضح روشن است که امروز اگر مطرح شده در نشست ژنوا یک چیزی واضح هست. نه از روزی که مذاکرات شروع شده یا توافقنامه‌ای را که امریکا با طالبا بسته نه تنها خشونت کم نشده، روز به روز اضافه شده. لوی جرگه مشورتی افغانستان هم خواهشش ای بود که ما 500 چند نفر زندانی خطرناک بر علاوه زندانی های دیگه دولت افغانستان رها بکنه و در بدلش طالبا خشونت کاهش بده. حالا هم اگر طالبا میخواد که هر روز زندانی های شیلا شوه و اینا بیشتر خشونت بکنه، بنان خوب است میه که با از این گروهی که هیچ منطق سرش نمیشه مذاکرات استاپ بکنه و اینا اونم رقم که خودشان هدفشان زور است، هدفشان میله تفنگ است و هدفشان وحشت است. این بار اگر دوباره چون این کار خود را ادامه بده، دولت افغانستان هم مردم باید حمایت بکنه تا این گروه تروریستی نابود شود. خب درست است. آقای سالنگی، خب دیدین که دید آقای حفیظی است که طالب بیشتر منطق را قبول نداره و تلاششانی است که از میله تفنگ برسه به قدرت. وقتی قسمت است فکر میکنین باید 5000 زندانی رها میشد، 5000 زندانی طالبان، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را عملا میبینین در حالت دفاع فعال هستند، دمی حالت نگهداریش نگه شون اینا یا تغییر کنه؟ سوال تجواب بگیم این اطلاعات غلط نه. قسمت حسینی صاحب ما ولی فرا بودم، کسی که ساحر توریسم و طالب و انفجار نماده اینا بودن، مناطقی که بودن از این مناطق به قطعی یک نفر طالب نداشتن، در کل قوم و مردمشان و برای همیشه هم دفاع جان نداشتن، مقابل دزد و چور و چپاولگره بینا استاد بودن. اینی یک ادعای غلط هست. نه شورای امنیت گفته که ایاس رفته اوجا بررسی شده اینا با اساس از او گفت خدا شاهد است که ما اوجا که بودیم هم خب صحیح رفاقت هم نداشتیم، حتی سر ما انتقاد داشت اینا، سر هر کس انتقاد داشت، می حکومت دارید صحیح نیست. ولی آل رو ما من حیث یک شخصیت که چون در اونجا بودم میفهمیدم، ولی این ادعای غلط است که با علیه اینا تهمت کردن. یک آدمی که وابسته به نظام با مردم در مقابل همه بدبختی‌ها خط بدران میکشه، میگن یک بختی‌ها برای مردم، این برازیلی گفتن این حال از اینمی دیگه آدم گفته طول ترازو کنه که یا چی میگن. بعد میام در قسمت از این مسائل حملات تروریستی پیشتر گفتیم نی، یک کس دیگه هم در میجه صداش بکشه، برقش بالا کنه، بگه که اینمی فیصله که در قطر است، ما کسای دیگه هستیم که ما قبول نداریم. همینطوری که حسینی صاحب میگه گروپای هستن که از جمعه نمنگانی و طاهر الدوج و چند نفر دیگه و چچنی هستن، خرد در بدخشان هم اینجا هستن، در قندوز اینجا هستن، اونا تحت حمایه زمیا هستن، یک گروپای کمکی هم میا هستن و تحت چد یا هستن و همه چیزشون اینا میدن. به این لحاظ چیز جدای نیست که کدام جدا باشه. داعش یک گروپی بود که جدا بود، شکست خوردن در جلال آباد، اینا تلفات زیاد داشتن و در کنر هم شکست خوردن، در کدام گوشه های کنر و در چند نفر از جدا در طرف های بدخشان که صدای خودم نمیکشن. املایی که میشه به نام داعشی را ما قبول نداریم. بعد میرسیم در اصل مسائلی که سال چرا دیگر نمیتونه پیش بره و چرا این مذاکرات امریکایی‌ها بدون قید شرط 5,500 زندانی را رها ساختند، چرا خلیلزاد آمد اینا را به اینا قچراغ سبزشان داد و چطور این همه قدر مردم میده که به قتل مردم دستشان آغشته است، چطور اینا خود ظاهر ساختند. این کاری را بود که آقای خلیلزاد با آقای ترامپ هم خوب گپ واضح و شفاف اینه میگفتن و فیصله نامه هم که بود، فیصله نامه و پیشنهاد طالبان هم غلط گفته بود. حکومت افغانستان مقاومت میکرد. اما زمانم میدیدین که مردم افغانستان هر روز کشته میشد، صبح بیدار میشدین که 100 طالب رها شده. حکومت افغانستان او یک مشکلات خود هم داره. چه مشکل داره؟ مشکلات خود داره. اینمی مسئله انتخابات اینا همین یک تیم میگم که هر چیزی گپ شوه بعد حکومت هم دست ما باشه. به لحاظ گپای واشنگتن قبول کردن. هر چیزی که اونا پیشنهاد کردن گپای آقای خلیلزاد نباید قبول میشد و اینمی زندانی‌ها را میگفتن چطور فیصله صورت گرفته است. اشتباه بوده از طرف حکومت افغانستان رهایی 5000 خشونت میشه 100%، جنگ دیگه افزایش پیدا نمیکنه. این چند ماده این کارا میکنه، این کارا میکنه، مجربی که 5000 بند 4500 5000 بندی اعلام میشه و 500 بندانی بندی خطرناک گفته از اینا و خطرناکشان رها میشه، میبینیم که حملات دیگه افزود میشه و اضافه میشه و جنگ و کشتار همین کسی نبود که با دوباره باساز کنه از یخن آقای خلیلزاد بگه آقای خلیلزاد شما چی فیصله که چی گفته که ما بندیاتان راه میسازیم در جبهه روی کنید، شما چیز افغان ها را بکشید؟ آیا می فیصله شد؟ پاسخ همین حرف شما را کی بر مردم بده؟ هم 5000 زندانی آزاد شدن، جنگ بیشتر شد. دولت افغانستان از کسایی که قرارداد با طالبان از اونها پرسان بکنن. اما جرأت است در دولت افغانستان؟ جرأتش دارن؟ خب میگن دولت هستیم، خب میگن ما هستیم، ما همه چیز هستیم، فداکار هستیم. خب این میگه پرسان میکردن که همین ماده های قرارداد میدیدن، در ماده قرارداد میگفتن که شما کدام فیصله ها را کرده. اینا بندی های خود رها ساختن، رای کردن در جبهه، جنگ شدت دادن و جنگ تا به حال به این سرحد رسید. خب ما امیدوار به این نیستم، خدا صلح بیاره، ما خوش هستیم، طالب ها بیاید از امی افغانستان هستن، ولو که در روی مردم ضربه میکنن، ولو که مردم تماما مردم میکشن، منگذاری میکنن، خب همین کار را نکنن، بیاند به دولت افغانستان هر موقف مقامی را میگیرن و این جنایت نابخشیدنی را که امروز یا انجام میدن امیر انجام ندن. دخترها و بچه‌ها را در پانتون خوکدگی در کرس کوثر به همین شکل این بیم دوازایی که دیروز 23 مرمی را در روی خانه‌های مردم زدن، آدمی که اومدن که میگه من نامزاد شدم، اونا همه تکه تکه میشه طرف میفته. خو عمل یک عمل نابخشیدنی است، هم برای خود دولت افغانستان و هم کسانی که این فیصله ها را در قطر ساختن و همین فیصله ها را بعد میگفتن که شما امیر قم فیصله کردید، صدای خود میکشیدن، گریبان خود پاره میکردن و میرفتن با آقای ترام که آقای ترام تو با طالب ها را که آوردید به می نتیجه و به می فیصله رسیدید. حالا هم مطمئن باش اگر فشار پاکستان و امریکا اگر همون توافقنامه را پشت سر یا امضا کردن که چرا خم میشون نباشه، این طالب که آمدن یا به می رقم خوش هستن و در اوجه خوش هستن. کسایی که در اینجا پیسه میگیرن و مالیه میگیرن و اسراها و زکات جمع میکنن یا به می رقم، کسایی که میمورن در پیش با چوب سوخت هستن، چوبای سوخت اونا غمش ندارن. سپاسگزارم. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای حسینی، بحث را جمع میکنیم، ولی هرچی است یک امیدواری پیدا شده برای مردم افغانستانی که بنبست گفتگوها شکسته شاید برسه به توافق. فکر میکنین چی شوه از طرف اردو طرف که حقیقتا برسن به یک توافق و حل شوه مشکل افغانستان از راه گفتگو نه از راه جنگ؟ این بحث شما سوال شما دو بود داره. خب اولا که طالبا سر عقل بیاین، خود از اسارت کشورهای غیر بکشن، ولو پاکستان است، ایران است، آمریکا است، هر کس است. هیچ کشور بر ما افغانستان نمیشه و هیچ خارجی بر ما شما نمیشه. اینا خود از اسارت بکشه، سر منطق سر عقل بیایم که افغانستان خانه مشترک ما هست، ما مطالبه را هم قبول داریم، بچه افغان است، بیایم کنار هم میشینی، هر کس که توانایی و استعداد داره، بیایم میتونه در هر پوزیشن اصلاحات اداری است، میتونه وزیر شده، میتونه معین شده، میتونه والی شده، میتونه هر کاری شده. بر برنامه‌های بعدم میتونه بین مردم کار کنه، بین توده ها کار کنه، صندوق بان رئیس جمهور شود. ملت افغانستان از اونا تابعیت میکنه. اگر اینا خواسته باشه که از نوک تفنگ بیا افغانستان رو تسخیر کنه، یرمانه به گور برده. یک میایم سر مسئله‌ای که خود ما افغانایی که فعلا تابعیت و حمایت و از قانون اساسی و از بیرق سرنگ حمایت و پشتیبانی میکنیم، بیایم که مسائل تاجیک، پشتون، ازبک، هزاره، سمت شمال، جنوب غرب بگذاری کنار، دست به دست هم دیگر بدیم به خاطر افغانستان خود، به خاطر نسل آینده خود، بیایم که متفق شویم. شاید اصلا طالب نیای صلح نکنیم، باید ما کشته شویم. شاید طالب بخواد که ما رو یکسره شما ببینید ما مجرم هستیم، اینا مجرم است، این برادر ما مجرم است. امی سرک ما شورای نمبر یک ما که از کابل وصل میکنه به هرات، از هرات وصل میکنه به تورخم، این چی جنایت کرده؟ این خود سرک عامل منفعل است. چرا اسکواتر و گلیده رو میاری اینا رو دوپال میزنی، اینا رو میزنی از بین میبری؟ چرا پلچکای ما رو خراب، چرا شفاخانه‌های ما، چرا مکاتب ما رو از بین میبری؟ بنان این دیدگار باید اینا سر خود دور کنه و حکومت افغانستان که در رأس جناب آقای اشرف غنی هست به خود بیاید، مشاورین منطقی، مشاورینی که نه به خاطر موتر پیسه، به خاطر منافع ملی کار میکنه، اونا را استخدام کنه و از تمام افغانستان، از تمام قشر مردمان روشنفکر اینا را کنار خود داشته باشه، بیا که به خاطر سر کار. سپاسگزارم آقای حفیظ. راه حل شما چی است؟ چی شود بالاخره که بیرون چه مزی وضعیت و یک بار دیگه گفتگو به بنبست نرسه اگر واقعا حل شده باشه مشکل طرز العمل؟ خب دولت افغانستان و مردم افغانستان هیچگاهی نمیخواد که به بنبست برسه، اما طالبا او منیت ها و خودخواهی هایی که داره و همچنان عدم آزادی را که داره، امکان داره باز هم بنبست به وجود بیاید، به خاطر که از بد و پیدایش طالبا تا حکومت طالبا و مخصوصا در 20 سال اخیر هیچگاهی طالب اگر یک حزب یا گروه یا تشکیلی سیاسی نظامی افغانستان می بود، امرالله حسینی صاحب گفت او مکتب در نمیداد. مکتب اگر او ادعای زیر داره که سبا مملکت بدیست خود بگیره که مکتب ضرورت است، سرک ضرورت است، پول ضرورت است، پولچک ضرورت است. امی اطفال که میره به مکتب، امی و جوانایی که میره به پهنتون درس میخوانند نیاز به زنا هست. بنابراین اونا سراسر اجندای یا پروسی را که از طرف دشمنای مردم افغانستان بر نابودی افغانستان و تخریب افغانستان بده، اونا را تا امروز پیش برده. عالم اگر خود یک گروه آزاد مستقل فکر کنه، بیاید داخل مردم افغانستان، اگر واقعا جایگاه داره خب بیاید انتخابات ریاست جمهوری 3 سال بعد اشتراک کنه. امیر رقم در دیگه جایش. اگر نه، پس کسایی که از دشمن هنوزم دستور میگیره با از اونا نشست درست نیست. دولت افغانستان ببینه یک مذاکرات یک مردمای دیگه هم تلاش بکنه، اگر نه اینا رو نابود کنه و اینا را اگر بتونه، اگر نابود میشده 20 سال گذشته طالب خب نابود میشده. سیاسیون افغانستان با هم متحد شوه، این طالب که در اینجا رسان، طالب که در اینجا رسان هم سیاسیون که زیر پرچم بیرق زندگی میکنه بوده. آقای کرزی قد یک گروه از سران مجاهدین سیاسی و غیر سیاسی رفت در روسیه، اینا را کلان ساخت که آل در غمش مانده. در وقتایی که اینا در مسکو بودن کل از اینا صف نکشیده بود پیش همی طالبان، اینا را از لحاظ سیاسی همیا بالا کرد، از لحاظ نظامی هم کسی اینا را بالا نکرده، همی سیاسی اینا را به دروازه کابل ناورده دیگه. اینمی مردم ها، اینمی مردم ها که بیاید پیش من صف بکشن، هم نیروی نظامی پیدا. آقای سالنگی، خب یکی فکر میکنه این توانایی است که از راه نظامی طالب شکست داده شود، در کنار از چی باید شود؟ کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. گپ در ایست که طالب ها اونطور نیست که با دولت افغانستان هم اینا شکست بدن و به این فکر باشن که ما بیم دولت افغانستان هم میگیریم. طالب ها این مفکوره را دارن، وقتی که همه افغانستان پیشانمیک تا کابل بودن یا یک گلسوالی به نام پادچمن در فرا گرفتن نتانسته بودن، تا اینمی لحظه نتانسته بودن، ما در فرا بودیم. قری حسینی صاحبشانه اینا چون مفکوره طالبانی نداشتن، تا آخر هر قدر حمله میکردن در قری از داخل شده نمیدونستن. این فکر طالبانی در ذهن مردم افغانستان دیگه نیست. در گذشته یک فکر طالبانی در بخش جاف افغانستان بود، این کمی در شمال نبود. آل مردمی که در کل افغانستان است، در همه ساحات ولایات جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب قطعا ذهن طالبانی نیست. طالب ها به هیچ نوع مفکوری افغانستان گرفته نمیتونن، یگانه گپی را که میتونن بیان برای صلح. بدون صلح یا فکر کنه که ما به جنگ میگیریم افغانستان، قطعا نمیگیریم. یک چیز یادم بود، به امور بخشم قصه کنم، خیلی فشرده. در او طرف سالنگ بودیم، طالبا تقریبا 3000 نفر بود سر ما حمله میکردن. ما برشان در مخابره گفتیم که این کار نکنی، کار نکنی. یک کماندان ما مولا امیر نام داشت، مخابره را گرفت، گفت ای خدایا، گفت ما صلح میخوایم یا جنگ میخوایم، کسایی که جنگ میخواد خدا جزاشان خودت بدید. عمو تو گریان کرد، قسم به خدا 3000 نفره، ما 50 نفر بودیم، زدن شکست خوردن، تلفات پیدا کردن، فرار کردن 30000 نفر. این ملت افغانستان خدا داره، با این جفایی که در قسمت مردم میشه خدا شکست میده، خدا نابود میکنه. اینطوری نیست که تو فکر کنی که چند نفر تفنگدار کل مردم هم اسیر میکنه. خیلی سپاسگزارم از حضورتان در برنامه شب بازنگاه. تشکر از همراهی شما همچنان، تا بعد، خدا نگهدار.